وسایل و دستگاه های تصفیه آب همانند آن چه در تصویر مشاهده می کنید بسیار گران قیمتند. از این رو برای محافظت از محیط زیست ضروری است هموار از عملکرد صحیح و دقیق این وسایل اطمینان داشته باشیم. اگر می خواهیم هزینه، وقت و نیرو صرف کاهش آلودگی و محافظت از محیط زیست عمومی کنیم، به این دلیل است که می خواهیم کیفیت آب خروجی ما با استانداردهای مربوط سازگار باشد. از طرفی دستیابی به این هدف نیازمند عملکرد درست دستگاه هاست. لذا آزمایش هایی برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ها انجام می دهیم و راهکارهایی برای حالاتی که درست عمل نمی کنند ارائه می کنیم. در این برنامه با چندین آزمایش روزانه و معمول که اپراتورهای تصفیه آب برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ها انجام می دهند و همچنین چگونگی رفع عیب در صورت بروز مشکل آشنا می شویم. هر فرایندی به خصوص فرایندهای بیولوژیک تصفیه خانه ها به توجه ویژه اپراتورها نیاز دارند. اشتباه نکنید، فرایند تصفیه آب فرایندی تنظیم شدنی و خودکار نیست. واضح است که تمام فرایندهایی که در یک واحد تصفیه آب صورت می‌گیرند در طبیعت نیز وجود دارند، با این تفاوت که در صنعت این فرایندها بسیار سریع‌تر اتفاق می‌افتند، بنابراین به توجه ویژه احتیاج دارند. برای کنترل فرایند تصفیه ابتدا لازم است که از خصوصیات نقاط مختلف جریان فاضلاب اطلاع داشته باشیم. برای هر فرایند به خصوصیات آب ورودی و خروجی از آن نیاز داریم. برای گرفتن این اطلاعات هر تصفیه خانه برنامه ای سیستماتیک برای نمونه برداری و آزمایش دارد. اپراتورها در فواصل زمانی مختلف نمونه برداری می کنند و روی آنها آزمایش های گوناگونی انجام می دهند. به غیر از استفاده از نتایج حاصل در کنترل عملکرد واحد، این نتایج در بررسی تطابق واحد با استانداردها و معیارها در تعیین اثر آب خروجی روی محیط زیست و همچنین کمک به طراحی و برنامه ریزی پیرامون چگونگی بهبود عملکرد واحد کاربرد دارند. نمونه‌ها و راه‌های انجام نمونه برداری بسیار متنوع است. به عنوان مثال، گراب سامپل نمونه‌ای است که در زمان مشخص و دبی مشخص از فاضلاب گرفته شده تا ترکیبات آن را مشخص کند. ولی می‌دانیم که شدت جریان با زمان و شرایط جوی تغییر می‌کند. بنابراین ما بایستی نمونه‌گیری‌های متعددی را در شدت جریان‌های متفاوت انجام دهیم. اهمیت این موضوع برای واحدهایی که همسانساز ندارند ملموس‌تر است. در ابتدا نمونه ها را به صورت جدا جدا آنالیز کرده، سپس آنها را با یکدیگر مخلوط می کنیم که نمایانگر خصوصیات میانگین در دوره زمانی نمونه گیری خواهد بود. ما می توانیم نمونه گیری را به صورت دستی یا اتوماتیک انجام دهیم. نمونه گیری های اتوماتیک همانند این پمپ نمونه گیر می تواند برای نمونه گیری بر حسب دبی جریان تنظیم شوند. تجهیزات نمونه گیری دستی شامل انواع بطری ها، ظرف ها، تشت ها، ترازوها و نگهدارنده های بطری می باشند. یک ملاحظه مهم هنگام نمونه گیری رعایت الزامات ایمنی می باشد. بسته به قوانین ایمنی واحدتان همیشه می بایست لوازم ایمنی مناسب شامل دستکش های لاستیکی و تجهیزات ضد تماس با ترشحات همانند عینک های ایمنی و ماسک های مخصوص را بپوشید. ما چند نوع تست مختلف بسته به مرحله از عملیات که در جریان است را بر روی نمونه های گرفته شده انجام می دهیم تا بدان وسیله محاسباتی را ترتیب دهیم که کیفیت عملیات را مشخص کنند. برای مثال تست تهنشینی 30 دقیقه ای می تواند برای ارزیابی کیفیت لجن خروجی از تانک های هوادهی انجام شود. برای این کار نمونه را در یک استوانه مدرج 1000 میلی لیتری ریخته و بگذارید به مدت 30 دقیقه تهنشین شود. بعد از 30 دقیقه می توانید به راحتی حجم لجن تهنشین شده در استوانه را اندازه گیری کنید. حال شما می توانید حجم لجن اندازه گیری شده را در این فرمول ساده قرار دهید تا میزان لجن فعال برگشتی به تانک هوادهی را در صورت مشخص بودن دبی جریان ورودی محاسبه نمایید. اگر لجن خوب تهنشین نشود، این بدان معناست که در عملیات شما مشکلی وجود دارد. این تست همچنین می تواند محل مشکل را مشخص نماید. تست معمول دیگر تستی است که روی ذرات جامد معلق انجام می شود. برای انجام این تست شما معمولاً یک میزان اندازه‌گیری شده از پساب معمولاً 1 لیتر را نیاز دارید. سپس آن را از یک فیلتر که به خوبی وضع شده است عبور دهید، آنگاه فیلتر را خشک و وزن نمایید. حال وزن اندازه‌گیری شده را از وزن اولیه کم نمایید تا وزن جامدات معلق را به دست آورید. این یک تست معمول در اکثر واحدهای عملیاتی است. از این تست به منظور مشخص کردن میزان ذرات معلق در مخلوط مایع موجود در تانک‌های هوادهی، جریان خروجی از کلریفایر، لجن فعال برگشتی و لجن فعال دفع شده نهایی استفاده می‌گردد. شما می‌توانید از نتایج این تست‌ها و محاسبات برای مشخص کردن پارامترهای مهم کنترلی فرآیند نظیر میزان لجن فعال برگشتی یا ویژگی‌های مهم فرآیند نظیر زمان تهنشینی جامدات
استفاده کنید. یکی دیگر از پارامترهای فرآیند که می توانید محاسبه نمایید، میزان حجم لجن است که با SPI نشان داده می شود. برای این کار شما به نتایج هر دو آزمایش تهنشینی 30 دقیقه ای و جامدات معلق موجود در مایع مخلوط شده یا MLSS نیاز دارید. شما همچنین می توانید SPI و SRT را روی نموداری مانند این رسم کرده تا از نحوه عملکرد فرآیند اطلاع یابید. اگر SRT در محدوده درست باشد، لجن می بایست به خوبی تهنشین شود و SPI بایستی در حد مینیمم خود باشد. این یعنی میزان جامدات معلق در خروجی واحد حداقل است. SPI می بایست در محدوده باریکی تغییر کند. اگر SPI به طور ناگهانی تغییر کند، به معنی تغییر در یکی از جنبه‌های عملیات است که به کاهش کیفیت آب خروجی منجر می‌شود. یکی از مهمترین آزمایش‌هایی که اپراتور در تانک هوادهی انجام می‌دهد، آزمایش اندازه‌گیری اکسیژن محلول یا DO می‌باشد. باکتری‌ها به میزان مشخصی اکسیژن نیاز دارند. در صورت عدم حضور اکسیژن کافی، باکتری‌ها وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهند. قبل از شروع آزمایش مطمئن شوید که پروب تمیز بوده و هیچ گونه رسوبات ایجاد کننده خطا روی آن وجود نداشته باشد. اگر پروب نیاز به تمیز شدن دارد، آن را با آب تمیز بشویید تا هر گونه آلودگی، رسوب یا ذره از روی آن پاک شود. به برچسب روی دستگاه هم توجه نمایید. اگر دستگاه نیاز به کالیبره شدن دارد، مطابق دستور کار آن را کالیبره نمایید. یکی دیگر از متغیرهای فرآیندی که میبایست اندازه‌گیری شود، میزان بار عالی جریان ورودی است. این پارامتر توسط آزمایشی 5 روزه برای اندازه‌گیری میزان اکسیژن بیولوژیک مورد نیاز یا BOD5 انجام می‌شود. آزمایش BOD5 میزان اکسیژن مورد نیاز باکتری‌ها برای اکسید کردن مواد آلی در نمونه اندازه‌گیری شده را محاسبه می‌کند. بایستی به این نکته توجه شود که BOD5 به محتوای قابل تجزیه جریان فاضلاب محدود می‌شود و انجام آن به زمان زیاد نیاز دارد. از آنجایی که آزمایش BOD5 میزان مواد آلی غیر قابل تجزیه و سمی را محاسبه نمی کند، آزمایش دیگری برای اندازه گیری میزان اکسیژن مورد نیاز یا COD انجام می شود. آزمایش COD از یک ماده شیمیایی قوی برای اکسید کردن هر نوع ماده آلی، اهم از سمی و غیر قابل تجزیه استفاده می کند. در این برنامه پیرامون آزمایش های مهمی که اپراتور واحد تصفیه انجام می دهد صحبت کردیم. این آزمایش‌ها شامل آزمایش تهنشینی 30 دقیقه‌ای، آزمایش جامدات معلق و آزمایش DO بود. دیگر آزمایش‌های مهم که در آزمایشگاه انجام می‌شود، آزمایش BOD5 و آزمایش COD برای اندازه‌گیری مواد عالی و غیر قابل تجزیه هستند.